فصل 24. فستوس سه روز بعد از آنکه زمام امور را در دست گرفت، از قیصریه به اورشلیم رفت. سران کاهنان و رهبران یهود اتهامات و دعاوی خود را علیه پولس به اطلاع او رسانیدند و از فستوس تقاضا کردند که با آنان لطفی نماید و پولس را به اورشلیم بفرستد. آنان در کمین بودند تا او را در بین راه به قتل برسانند. فستوس پاسخ داد: پولس در قیصریه تحت نظر است و خود من به زودی به آنجا بر می گردم. بنابراین کسانی از شما که برایشان مقدور است با من به آنجا بیایند و چنانچه این شخص خطایی کرده است علیه او اقامه دعوا نمایند. فستوس در حدود 8 یا 10 روز در اورشلیم به سر برد و سپس به قیصریه مراجعت کرد. روز بعد در دادگاه حضور یافت و دستور داد پولس را آوردند. وقتی پولس وارد شد، یهودیانی که از اورشلیم آمده بودند دور او را گرفتند و اتهامات سختی علیه او ذکر کردند که قادر به اثبات آنها نبودند. پولس از خود دفاع کرده گفت: من نه نسبت به شریعت یهود مرتکب خطایی شدم و نه علیه معبد یا قیصر اقدامی کردم. اما فستوس که مایل بود مورد توجه یهودیان قرار گیرد، رو به پولس کرد و گفت: آیا می‌خواهی به اورشلیم بروی و در آنجا در حضور خود من محاکمه شوی؟ پولس جواب داد: من هم اکنون در دادگاه قیصر، یعنی در آن جایی که باید محاکمه شوم، ایستادم. چنان که خود شما به خوبی آگاهید، من مرتکب هیچ جرمی علیه یهودیان نشدم. اگر مجرم هستم و چنان که کاری کردم که مستوجب اعدام است، از مرگ ابایی ندارم. اما اگر مرتکب هیچ یک از اعمالی که این اشخاص به من نسبت میدهند نشدم، هیچ کس حق ندارد مرا به دست آنان بسپارد. من تقاضا میکنم که قیصر شخصاً به پرونده من رسیدگی نماید. فستوس پس از تبادل نظر با مشاوران خود پاسخ داد: حال که از قیصر دادخواهی میکنی، به پیشگاه قیصر خواهی رفت. پس از مدتی اگریپاس پادشاه و همسرش برنیکی به قیصریه آمدند تا به فستوس خیر مقدم بگویند، و چون روزهای زیادی در آنجا ماندند، فستوس سوابق پولس را در اختیار پادشاه گذاشت و گفت: یک زندانی در اینجاست که فیلکس او را به من تحویل داده است. وقتی به اورشلیم رفتم، سران کاهنان و مشایخ یهود از او رسماً به من شکایت کردند و تقاضای محکومیت او را داشتند. من با آنان جواب دادم که شیوه روم این نیست که متهمی را به مدعیان تسلیم نماید، مگر آنکه اول او را با مدعیان خود روبرو نموده و به او فرصتی بدهد که در مورد این اتهامات از خود دفاع کند. پس وقتی به اینجا آمدن، من بدون اتلاف وقت در روز بعد در دادگاه حاضر شدم و دستور دادم او را بیاورند. وقتی مدعیان او برخاستن و علیه او صحبت کردند، او را به هیچ شک از جرمهایی که من انتظار داشتم متهم نساختند. فقط درباره دین خودشان و شخصی به نام عیسی که مرده و پولس ادعا می کند زنده است، اختلاف عقیده داشتند. چون در بررسی این امور مردد بودم، از او پرسیدم که آیا مایل است به اورشلیم برود تا در آنجا به این موضوع رسیدگی شود. اما وقتی پولس تقاضا کرد که تا زمانی که امپراتور به کارش رسیدگی نکرده تحت نظر بماند، من دستور دادم او را تحت نظر نگاه دارند تا در وقت مناسب او را به حضور قیصر بفرستم. اگریپاس به فستوس گفت: بسیار مایلم شخصا او را بشنوم. فستوس پاسخ داد: بسیار خوب، فردا سخنان او را خواهید شنید. روز بعد اگریپاس و برنیکی با تشریفات تمام به دربار وارد شدند و با گروهی از سرهنگان و بزرگان شهر در آنجا جلوس نمودند. به فرمان فستوس پولس را حاضر کردند. در این وقت فستوس گفت: ای اگریپاس پادشاه و ای تمام کسانی که در اینجا حضور دارید، شما مردی را روبروی خود می‌بینید که اکثر یهودیان چه در اورشلیم و چه در اینجا پیش من از او شکایت کردند و با فریاد خواستند که او نباید دیگر زنده بماند. نظر خود من این است که او کاری نکرده که مستوجب مرگ باشد.
ولی چون او از امپراتور تقاضای دادخواهی کرده است، تصمیم گرفتم او را به پیشگاه او بفرستم. و چون مطلب مخصوصی ندارم که به امپراتور بنویسم، او را در اینجا پیش شما و مخصوصاً به حضور شما ای اقریپاس پادشاه آوردم، تا در نتیجه این بازجویی مقدماتی بتوانم مطلبی تهیه نموده برای او بنویسم، زیرا معقول به نظر نمی رسد که یک زندانی را بدون مدرک کافی به نزد امپراتور بفرستم.